فناوری و آموزش. صدای آبادی. آیا می دانین که استفاده بیش از حد موبایل نزد اطفال سبب چه مشکلات نزد اونا میشه؟ صبح که بخیزد سر موبایل جنگ است تا شام. علت این مشکل ها کدام هستند؟ والدین چطور می دانن از استفاده بیش از حد موبایل نزد اطفالشان جلوگیری کنند؟ و فایده این کار چیست؟ برنامه ی هفته صدای آبادی به همین موضوع اختصاص یافتم. سلام، من وحیده صابر هستم. دست رازر بیشتر کارها توسط کامپیوتر و ماشین ها انجام میشن. این کار سهولت های بیشتری را برای مردم فراهم ساخته. به همین سبب این دوره را به نام عصر تکنولوژی مینامن. یکی از سهولت های عصر رازر استفاده از موبایل میباشد که جهان را کوچک ساخته و همزمان میتوان از یک گوشه جهان به گوشه دیگر جهان تصویری و یا صوتی تماس گرفت. با وجود این همه سهولت ها تحقیقات نشان داده که استفاده از موبایل علاوه بر مفاد باعث بروز مشکلات هم شده میتونه، به خصوص که اطفال با آن دسترسی داشته باشند. ای که چه مشکلات در این باره از چند تن میشنویم. نامم زلیخا است، باشنده میدان وردگ هستم. 3 طفل دارم. طفلایم بسیار شوخ است. سری چیز آرام نمیشه، فقط سر موبایل آرام میشه. صبح که بخیزه سر موبایل جنگ است تا شام. شام پدرشان بیا یک ساعت آرام است دیگه. بس و نمو حالتشان است. کارخانگی نمیکنه، درس نمیخونه، جنگ ده خود میکنه. تو چیغ میزنه. جایی که میرم هم از مردم دیگه موبایل میگیرم. نام عثمان است، سنف ششم هستم. در سنف پنج نمره خوب گرفته بودم. پدرم یک آیپد در جایزه خرید. ما گیم می زدم و از رفیقای من گیم به خود روان می کدم. باز امتحانای سالانه که رسید دو مضمون ناکام ماندم. اینال سنف ششم بس اثر می خانم. اسم من نورلازازه است، باشنده شهر کابر هستم. ما در خانه 3 طفل داریم. تمام روز فکر اوشان طرف موبایل است. بسیار ضرر رسانده به ای اطفال. زمانی که در خانواده ضرورت میشه تا سودا آورده شود، زمینی که سودا را نمیاره، حتی ارتباطات اجتماعیشان نیز خراب شده. جمشید رسا، استاد روانشناس، با تایید حرفای مردم به بعضی موضوعات خاص دیگه هم اشاره میکنه. استفاده موبایل همونطور که میدانین هم مشکلات صحی و هم مشکلات روانی و هم مشکلات اجتماعی میتونه برای کودک ها ایجاد کنه که سبب میشه کودک از فعالیت های فیزیکی و کارهای گروهی بازی با همسن و سالایش دور شوه، کودک به انزوا میبره و خود از اینا زمینه ساز مشکلات اجتماعی پیش کودک میشه. کودک ها از همسن و سالای خود دور میشن، بازی های گروهی را یاد نمیگیرن و با چالش های زندگی دیگه درست روبرو شده نمیتونن. وقتی درگیر تلفن و وسایل الکترونیکی میشه، اینی قواعد نمیتونه یاد بگیره و از نظر اجتماعی در انزوا قرار میگیره. روابط اجتماعی و دوستی و همکاری را خوب یاد گرفته نمیتونه و متاسفانه این تا سبب شده میتونه که کودک احساس ترس از اجتماع یا سوشیال فوبیا پیشش با وجود بیاد. مصروف بودن اطفال با موبایل سبب شده بود که اطفال از درس‌های مکتب به دور بمانند و در امتحانات نمره خوب نگیرند. حتی استفاده بیش از حد از موبایل باعث شده بود که تعداد اطفال رفتار پرخاشگرانه در خانه داشته باشند و یا در بیرون از خانه با همسن و سالای خود جنگ و دعوا کنند. حال می‌خواهیم بدانیم که چرا ایده اطفال از موبایل بیشتر استفاده می‌کنند. اسمم شهناز تنویر است، متولد ولایت کابل. به نظر شخصی خودم به دسترس گذاشتن تلفن برای اطفال از بعض خانواده شاید دین باشه که اونا را مصروف نگاه کنند و یا شاید کسی نباشه که بیاین امرشون همکاری کنه که طفل نگاه کنن، کنترل کنن، برشان میته و بعضی کارتونا را دیشان برشان پلی میکنه، بعضی ترانه ها را پلی میکنه. خصوصا اطفالی که در مکتب باشن مطابق سلیبس مکتبشان اونم یک چیز پروگرام برشان پلی میکنه و یا میتونن که علت دیگه شی باشه که مثلا طفلا را نمیخواین بیرون برن ده کوچه برن نظر به اوضاع و امنیت. مثلا دست واشوری نکنه، طفل در اتاق میبانن، خود مادر داشت پس خانه کار داره، اما موبایل دست طفل میده که به کار خود رسیدگی کنن. عبدالجبار هستم، باشنده شهری کابل. چند دلیل داره موبایل دادن در خانه با اطفال. اول به خاطر بازی اطفال یا مصروف ساختن اطفال موبایل میگیرن و دیگه علتش این است که خانواده ها در مورد اضرار موبایل ها آگاهی ندارن، از همین خاطر موبایل ها را به اطفال خود میدن. و دلیل دیگه هم در اکثر خانواده ها مسئله سیالی و شرکی بسیار جدی گرفته میشه.
نامم سکینه است، باشنده کابل هستم. یک بچه دارم، مرا کار کردن نمیمانه، گریان میکنه، تلفنم میخواد، هر چیز برام مشکنانه. پدرشم وقتی که از وظیفه میایه بسیار مانده و زله میباشه، او یکم بدقارم است، اگر تلفن نتم گریان کنه سرمام قار میشه، او را میزنه، مجبور میشم تلفن برش بدم. شنونده عزیز، خوشحال هستیم که تا این دم شما را در برنامه صدای آبادی با خود داریم. مردم ملت‌های مختلف را بیان کردن، چون عدم آگاهی از ضررهای موبایل، آرام ساختن اطفال، رقابت‌های ناسالم بین خانواده ها، سیالی و شریکی و بعضی مسائل دیگر سبب شده بود که والدین موبایل را در اختیار اطفال خود قرار بدن. حال می‌پردازیم به اینکه والدین چطور میتونن اطفال خود را از خطرات موبایل آگاه بسازن و نگذارن که اطفالشان بیش از حد از موبایل استفاده کنن. در این باره به حرفای چند تن گوش میدیم. ما بنفشه استم، بر اطفال خود تلفن نمیتم، اونا گریه میکنن، تلفن میخواین، اما ما برشان نمیتم. امروشان ستری میکنم، میگم بیاین که آشپزی کنیم، اونا رو مصروف نگاه میکنم. سابق وقتی که یکش تلفن میگرفت، دیگرش امرو جنگ میکرد، دیگه خود میزدن، لتوکوب میکردن، هر چیز رو مشکستاندن. اما فایده شی است که تلفن نمیتم برشان، امرو یک دیگه جنگم نمیکنن، چیز رو نمشکنانم، خودم امروشان ستری میکنم. یحیی یعقوبی هستم. تجربه‌ای که خودم دارم برای اطفال، مثلا زمین سازی، بازی، وسایل بازی و ساتیری یک نتیجه خوب میده. در عین حال بردن اطفال به جاهای تفریحی، به پارک ها، وقتی که فارغ می باشیم باید از این استفاده کنیم. همچنان ساختن یک تقسیم اوقات معین به اطفال که از صبح تا شام در کدام وقت چی کاری انجام بدن نتیجه خوب میده. این تجربه است که خودم توانستیم که یک نتیجه خوب به دست بیارم و اطفال خود از زیاد مصروف شدن با موبایل جلوگیری کنم. مسیدی قسم، وقتی که اولادای موبایل میخواین برشان نمیتم و هر چقدر که شوخی هم میکنن اجازه برشان میتم، مگر موبایل اجازه نمیتم برشان و اولادای ایور ما برشان میارم، همراه از اونا مصروف میشن و ساتیری میکنن و فایدهش مینمی است که ارتباطات اجتماعی از اونا بسیار خوب شدم، هر روز یک دوست نو پیدا میکنن. دوست عزیز، تعداد والدین به خاطر ای که اطفالشان بیش از حد مصروف موبایل نباشند، بر اونا وسایل بازی خریده بودند تا هنگام بیکاری بتانن مصروف آن شوند. ایده هم اطفال خود را به پارک‌های تفریحی برده بودند و بعضی هم بر اطفال خود تقسیم اوقات ترتیب داده بودند که چه مدت از موبایل استفاده کنند. همکار ما مزمل شای وطن دوست مصاحبه را در این مورد انجام داده که با هم مشنویم. در قدم اول اگر خودم به ما معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد مصطفی نوید هستم، استاد روانشناسی هستم. تعداد والدین به خاطر آرام ساختن و یا مصروف کردن اطفالشان موبایل به آنها ندهند، آیا کدام رای دیگرم وجود دارد در این مورد؟ معرفی بازی ها و سرگرمی های غیر از سرگرمی که به وسیله وسایل الکترونیکی مثل گیم و موبایل و این مسائل است. داشتن مسائل بازی که فیزیکالی در خانه باشه، مثل داشتن مترک، کودیگک و در پهلوی همه اینا داشتن هم بازی. کودکان باید هم سن و سال خودشان را با خود داشته باشن. بازی کردن با هم بازی ها به مراتب آموزش کودک را و با استعداد کودک را بالا میبره و کودک مهارت های بیشتر زندگی را یاد میگیره. در مورد ازی بر ما بگین که اطفال تا کدام سن نمیتوانن از موبایل استفاده کنن؟ استفاده از وسایل الکترونیکی برای کودکا در هر سنی تا یک اندازه مناسب است و توانایی کودک را در آموزش و در یادگیری بالا میبره. مسئله سن یک مسئله است که در دوره های مختلف باید توجه داشته باشیم. کودکانی که در 2 سالگی قرار دارن، اینا کمتر از وسایل الکترونیکی می آموزن، اینا بیشتر از تعامل با اجسام، اشیا و اعضای خانواده یاد می گیرن. بنان اینا اگر زیاد وقتشان در تلویزیون و یا در موبایل صرف میشه، اینا کمتر می تونن که بیاموزن. اطفالی که از موبایل می توانن استفاده کنن کدام سن هست؟ 2 ساله را میریم مطلق نمیگیم که نباید استفاده بکنن. اگر یک لحظه یک گیمی رنگ بازی را در تبلت یا موبایل بازی میکنه مشکل نداره برای یک مدت کوتاهی، ولی بسیار زیاد نباشه. در سن با بالا هم از موبایل، من حیث وسیله موبایل، وسیله که حضور داشته باشه در سوشال میدیا مثلا یا وسیله ارتباطی، از 3 به بالا مناسب نیست که استفاده بکنه. طفل نمیفهمه و شما میتونین که به اختیار از اونا قرار بدین. استفاده موبایل از سن 5 به بالا که کودک حالا روابط اجتماعی خوبی با هم بازی خود برقرار کرده میتونه،
شناخت کامل از برخوردهایی که لازم است و یاگیری های عمل کردی که لازم است در سن 5 سالگی داره. از این با بالا مناسب است که کودکان استفاده بکنن. داشتن برنامه منظم میتونه که استفاده بیش از حد از وسایل الکترونیکی را کاهش بده. درگیر شدن خود خانواده و پدر و مادر با کودکان در بازی هایشان شریک شدن و ساعتیری کردن به اصطلاح ما شما میتونه که بسیار مفید واقع شود. یعنی میشه که در مورد فوایدشان بر ما بگن که فواید ازی بر خود والدین چیست و فواید ازی بر اولادشان چیست؟ برای والدین خب میتونه یک خب جلوگیری از استهلاک وسایل الکترونیکی هست، اطمینان از اینکه کودکانشان به معلومات غیر مطلوب دسترسی ندارن و تأمین صحت خود کودک. کودکانی که پای وسایل الکترونیکی بسیار دیر میمانن اضافه وزنی میگیرن، ممکن است که دچار مشکلات صحی هم شوند. تعامل با اجتماع را یاد نمیگیرن کودکانی که زیاد از وسایل الکترونیکی استفاده میکنن. اونا در زندگی واقعی نمیباشن، همیشه در زندگی مجازی میباشن. به این اساس کودکان وقتی کمتر استفاده کردن از وسایل الکترونیکی و با محیط واقعی خود در تعامل شدن با کودکان همسن و سال خود، با پدر خود، با مادر خود، با میهمان، با دیگر، اما یادگیریشان در ابعاد مختلفی بسیار سریع میشه و رشد میکنه. او تعداد اطفالی که بیش از حد از موبایل، آیپد و کمپیوتر استفاده کرده بودن دچار مشکلات شده بودن. مثلا حوصله نداشتن، در خانه و یا بیرون از خانه با اندک حرف ناراحت می شدن و به جنگ و دعوا می پرداختن. و همچنان مصروفیت بیش از حد در موبایل باعث شده بود که از درس و تعلیم به دور بمانن و در آخر سال نتیجه خوب نگیرن. بیخبری مردم از ضررهای موبایل به اطفال، سیالی و رقابت‌های خانوادگی و آرام ساختن طفل توسط موبایل از علت‌های این مشکلات بیان شدند. اما همگی چنین نیستند. عده‌ای از والدین تقسیم اوقات را ترتیب داده بودند تا یک زمان معین نه بیش از حد باید از موبایل استفاده کنند. بیشتر اونا را به انجام دادن درس‌های مکتب، بازی با وسایل تفریحی و رفتن به پارک‌های تفریحی مصروف ساخته بودند و با این کارهای خود توانسته بودند از استفاده بیش از حد اطفال از موبایل جلوگیری کنند. شنونده عزیز، برنامه را که شنیدین در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه شده بود. اگر میخواین این برنامه و سایر برنامه های آموزشی ما را هم بخونین و هم بشنوین، به صفحه اینترنتی تجلا